زندگی نامه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، از دهقانی شروع و رسیدن به ریاست جمهوری تاجیکستان و فرزندان از ثروتمندترین جوانان تاجیکستان. در ادامه این ویدیو با ما همراه باشید. قبل از آن چنل ما را سابسکرایب و برای حمایت از ما کافی است ویدیو را لایک نمایید. با سلام و عرض ادب، خوش آمدید به چنل آریا تیوی. امروز به یک از ویدیوهای دیگر در خدمت شما خوبان قرار داریم. زندگی نامه امام علی رحمان. نام قبل امام علی رحمان شرفیو ویچ رحمانوف نام داشت که با حذف پسوند روسی از نام خود آن را به امام علی رحمان تغییر داد و به هموطنان خود نیز توصیه کرده است که به اصل خود برگردند و برای خود نام فارسی برگزینند. امام علی رحمان در 5 اکتبر سال 1952 در شهر دنگره در استان کلاب در یک خانواده دهقان متولد شده است. او که فارغ التحصیل از رشته اقتصاد از دانشگاه دولتی تاجیکستان است، در سال 1971 فعالیت خیش را به عنوان برقکار در کارخانه لبنیات در شهر قرغان تپه آغاز کرد. در سالهای 1973 و 1974 در ارتش اتحاد جماهیر شوروی خدمت کرد و بعد از خدمت دوباره به کارخانه لبنیات بازگشت و از سال 1976 تا سال 1988 در سمت دبیر و نیز رئیس کمیته اتحاد تجاری تا اونهای کشاورزی منطقه دنگره انجام وظیفه کرده است و در طول این دورانها به فعالیت حزبی کمونیستی مشغول شد. در سال 1988 به عنوان رئیس کشاورزی منطقه دنگره و در سال 1992 به سمت رئیس کمیته اجرای شورای نمایندگان مردم کلاب منصوب شد. وی در 19 نوامبر همان سال ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان را بر عهده گرفت و سرانجام در نوامبر سال 1994 به عنوان 3 رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب شد و تا اکنون که سال 2020 است این سمت را بر عهده دارد. در بین سالهای 1992 تا 1997 جنگهای شهروندی جنگ داخلی روی داد که امام علی رحمان در مقابل نیروهای مخالف متحد قرار گرفت. در خلال این جنگها بیش از 100,000 نفر کشته شدند. امام علی رحمان در سال 1997 از حمله تروریستی جان به سلامت برد. امام علی رحمان 9 دارد، 7 به نامهای فیروزه، آزاده، رخشانه، تهمینه، پروینه، زرینه و فرزانه و 2 به نامهای رستم و سامان دارد. امام علی رحمان یک از رئیس جمهورهایی است که بیشترین فرزند را دارد. نام همسر امام علی رحمان عزیزما اسدالله یوا است. درباره همسر امام علی رحمان مثل بسیاری از همسران رؤسای جمهوری آسیای میانه تا به حال مطالب انتشار نیافته است، ولی در خصوص فرزندان و مطلب اندکی در رسانه های تاجیکستان چاپ می شود. فیروزه دختر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان با حاکم آف پسر رئیس رای آهن تاجیکستان ازدواج کرده و صاحب بوتیکاهای زنجیره‌ای در مرکز شهر دوشنبه است. تهمینه دختر دیگر رئیس جمهور صاحبی سوپرمارکت بزرگی است که شوهرش برای او ساخته است. آزاده دختر دیگر رحمان همسر یک دیپلمات شده و پروینه در دانشگاه پزشکی دوشنبه تحصیل می کند. سایر فرزندان امام علی رحمان در دبیرستان ریاست جمهوری دوشنبه درس می خواند. اما پسر بزرگش رستم امام علی. رستم امام علی پسر رئیس جمهور تاجیکستان 24 سال سن دارد. وی تا به حال دوره های آموزشی دانشگاهی تاجیکستان، آلمان و روسیه را به پایان رسانده است. و بعد این ترتیب وضعیت تحصیلی رستم نسبت به سایر فرزندان امام علی رحمان بهتر است. بسیاری از تاجک ها رستم را در لباس های ورزشی مشاهده کردند و یکی از بهترین بازیکن های تیم فوتبال استقلال تاجیکستان است. گفته می شود که در جریان بازی کسی جرأت ندارد توپ را از جلوی پای پسر رئیس جمهوری تاجیکستان بگیرد. اگر فردی از تیم رقیب بخواهد توپ را از رستم بگیرد، عواقب این کار ناگوار خواهد بود. رستم یک از ثروتمندترین افراد تاجیکستان هم محسوب می شود، زیرا وی در اواخر ماه ژوئن سال جاری با دختر مدیر شرکت بزرگ صنایع مواد غذایی شهر دوشنبه ازدواج کرد.
و هم اکنون به تازگی از طرف پدرش شهردار شهر دوشنبه تاجیکستان هم تعیین شد. دوستان عزیز، منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما خوبان در بخش کامنت هستیم.